سلام و عرض ادب با یک آموزش خیلی سریع میخوام پلاگین پروسیجرال ترافیک رو بهتون معرفی کنم از سایت سی جی ورک میتونید دانلودش کنید تو قسمت پلاگین ها از طریق دستبندی بلندر میتونید پروسیجرال رو پیدا کنید و از قسمت جعب دانلود حتما دانلودش کنید حجمش هلوش 800 مگابایت هست بعد از دانلود حتما از حالت فشرده بازش کنید و بهتون میگم چرا اینجا من حالت فشرده این پلاگین رو باز کردم فایل رر بوده و برای نصبش حالا حتما تبدیلش کنیم به زیپ من اشتباها رر آپلود کردم و حالا بعد از نصب در واقع شما میایین تو قسمت پریفرنسز و تو قسمت ادان اینجا اینستال فرام دیسک و پلاگین رو نصب میکنیم حالا اگر یه زمانی نمیخواین دوباره زیپش کن راه حل سری که الان به ذهنم رسید این هست که تو قسمت پروسیجرال ترافیک یه فایل پایتون داره اونو که بزنیم پلاگین خودش نصب میشه پس تو لیست پلاگین ها ظاهر میشه اینجا من قبلا نصبش کردم یه نکته داره که گفتم حتما باید از حالت فشرده واردش کنید میگه که فایل تمپلیت ترافیک رو به من بده یه فایل بلندر هست در واقع همون که فایل رو در واقع آپلود اکسترکتش کردید اونجا یک فایل بلندر داره به این اسم در واقع پروسیجا ترافیک ورژن دو, دو یک در واقع این انتخاب میکنید و میبندید در واقع توی منوها توی تب پروسیجا ترافیک توی قسمت ترافیک اینجا بازش میکنید برای شروع من همیچی رو پاک میکنم که صحنه خالی باشه اول از همه توی قسمت ترافیک ایمپورت ترافیک رو میزنید یک پلین ساده بهتون میده که میشه سطح زمین شما و یک لاین که خطا است وقتی روی این علامت ماشین کلیک میکن کلی تمپلیت ماشین داره میتونه انتخاب بکنید با انتخابش دکمه اد رو میزنید صبرش میدی ببینید که به مسیر اضافه کرد اگه دکمه پلیر رو بدم که ماشین ها توی این مسیر خطی که بهش دادی میتونه حرکت بکنه و یه ماشین دیگه دومم میدم که بشه دو تا خب دو نوع ماشین فعلا میتونم اینجور بیشترش کنید کمترش کنید دل بخواهی خودتون هست در واقع و اگه بخواید که ببین چش... چه اتفاقی افتاده همیشه به فریم صفر مراجعه کنید و هم بهتر میتونید ببینید اینجا اگر بخواد مسیر حالا ماشین ها رو عوض بکنید به چه صورت هست این خط رودکر رو انتخاب میکنید و میتونید از قسمت ادیت مود مسیر حرکت رو به راحتی عوض کنید مثل خط معمولی هست در واقع و به این راحتی میشه حالا مسیر حرکت رو عوض کرد اگه بخواید مثلا یه لاین رفت بشه یه لاین برعکس یه کنترل دی میزنیم از همین خط دوپلیکت میکنیم یه روتیتی میزنیم قطعا حالا مسیر یکی نیست و با یه سری تغییرات توی این خطوط اتفاق بیفته در واقع به این حالت و اگر من اینجا پلی کنم میبینی که ماشین داره میره یکیش داره میاد و من تونستم خدود رفت و برگشت رو به هم راحتی بسازم برمیگرم رو حالت Object مود و توی پارامترهای این کرو میشه تغییرات رو داد ماشین رو انتخاب میکنید کلی پارامتر داریم یکی اینکه در واقع انگار کل ماشین ها رو انتخاب کردیم رو آن به یکی یکی این پارامتر رو می... بیا کل ماشین هایی که حاضر در صحنه هستن چند تا باشن مثلا اینجا گفته سه تا من میشه سی تا در واقع به هم راحتی عوضش میکنن اگه برگردیم رو فریم سه صفر در واقع میتونی ببینن سی تا خیلی شلوغ شد میکنیمش ده تا میبینیم تقریبا بهتر شد اینجا سرعت ماشین سرعت ترمز زدن سرعت کم و زیاد ماکسیموم در واقع هست در واقع اینا رو میتونید انجام بدید یه حالت داره تو وی لاین در واقع میگه کل این حالا دو تا لاینی که داره دو خطه بشه میبینین در واقع دو تا رفت داره دو تا برگشت داره در واقع بعد پارامتر داره میتونید فاصله بین این خطوط رو کم و زیاد بکنید اگر تو هایوی ترافیک رو بزنید هم حالتی که من به صورت خطی زده بودم برعکسش میکنه یعنی چی یعنی یه لاین یه برای همین لاینی که از یه لاین رفت یه دونه بر... برعکس در واقع ایجادش میکنه اینجا پارامتر آفستش هست که میتونید تغییرش بدید حالا من برمیگردم رو هم حالت عادی که هست فعلا تستی که میخوایم ببینیم اگر میخواد جهت حرکت رو عوض بکنید ریورس رو میزنید یه حالت محاسبه یه کش رو داره در واقع فریم ها رو داره که خیلی چیز مهم نیست مثلا شما هر فریمی که بدی براتون انجامش بده مثلا میخوای بگید که 300 فریم هست و داستانی که این پلاگین داره این هست که کش میکنه یعنی من برگردم به اینجا خیلی چیز درستی نمیبینم باید اولش بذارم کش بشه پلی بکنه درست این نوار حالا صورتی رنگ در واقع کش رو توی بلندر داره انجام میده و به همه راحتی میاد انج... حالا کشش میکنه و میتونی الان درست رو انیمیشن ببینی و کلی حالا پارامتر دیگه داره این پلاگین به صورت طبیعی حالا به صورت پیش فرض خیلی بهینه اومده کار کنم من یه دونه لایت اضافه کنم به سنم که بهتر ببینید ببینید الان یه سری حالا ماشین های به قولن داغونی هست چجوری میشه اینا رو درستش کرد این در واقع درست هست شما اگر حالا رندر بگیرید حالا میگه هیچ کامیرا اینجا نیست من یه کامیرا هم اضافه کنم به این حالت و اگر الان رندر بگیرم چند ثانیه بیشتر از حالت معمولش طول میکشه ولی ماشین ها رو به صورت های کوالیتی بهتون نشون میده و این باعث میشه چی میگه تو حالت پریویو که داری کار میکنی به سیستمت فشار نمیاد به راحتی میتونی کار بکنی پس با خیال راحت بشین انیمیشن تو محیط تو موقع رندر من بار رو میارم روی کارت گرافیک و اینجوری کار انجام میدم همینجور که میبینید تو الان رندر رو نگرفته من روی ایوی هستم و رندر رو یکم لفتش داره میده به قولم با صبر بدین خب ببینید الان انجامش داد و حالا یه رندر بهتری رو نشون داد به نسبت چیزی که الان اینجا هست چهار تا خط و مربع هست در واقع و اینجوری میتونه خروجی با کیفیتی بگیریم حالا وارد بحث رندر نمیشیم بس فقط خلاصش رو بدونیم و برگردیم روی زمین ببین زمین هم اینجا خیلی خوب کار کرده من اگر اینجا اینو چند تا ساب دیواید بزنم به این حالت یکم هم بیشتر خب. و یکم به زمین اعوجاج ایجاد کنم یا به صورت دستی این کار رو بکنم میخوام فقط صرفا ببینید که چقدر تاثیرگذار گذار هست خب من اینجا یکم برامدگی ایجاد کردم در واقع انگار یه حالت دستانداز طوری داره و یه بار دیگه پلی بزنی می میبینین که بله ماشین ها بر اساس زنی زم بله ماشین ها بر اساس حالا برجستگی های زمین حالا پستی بلندی ها تاثیر خودش رو روی انیمیشن ما میذاره این پلاگین یه حالت دیگه هم برای بهینه شدن داره شما بلفرد میخوای یک ترافیک خیلی سنگین رو ایجاد بکنید من این رو ایجاد انتخاب میکنم حالا قبلش تعداد ماشین ها رو اول کار گفتیم زیاده بلفرد بشه پنجاه تا ماشین در واقع خیلی زیاد شده ولی من میخوام که این پنجاه تا رو رندر بگیرم و استفادهش کنم چیکار میکنم کامیرا رو انتخاب میکنم سلکت اکتیو رو انتخاب میکنم به عنوان مثال قفلش هم میزنم بگم, بگم که اینجا بگم یه حالت داره که خیلی جالب هست مثل گیما اومده کار کرده در واقع اومده سیستم LOD استفاده کرده من توی قسمت کامیرا کالینگ دوربین رو میدم به بهش میدم در واقع زمانی که کامیرا کالینگ رو فعال میکنم و پیروی رو میزنم این خودش تشخیص میده که تو این محدوده که هست در واقع ماشین ها رو نشون بده و فشار کمتری به سیستم بیاره بر رندر کردن و خیلی سریعتر رندرتون انجام میشه از اونجایی که الان کل کل صحنه پر هست و ماشین ها کیپ تا کیپ ترافیک ایجاد کردیم هیچ حرکتی هم نداریم حالا ما این برش میگم به حالت ده فقط صرفا برای بهینه بودن اومدم بهتون بگم که با این روش میتونید بهینه کار بکنید خب بریم سراغ بخش بعدی این پلاگین چند تا آپشن باحال هم داره که گفتنش خالی از لطف نیست بخش گراوند داره با استوب حالا استوب بیشتر ما باش گران میشه سطح زمین استوب رو اگر بزنیم بعد وقتا قاطی میکنه حتما با دیسلک کرده باشید هیچی رو انتخاب نکرده باشید و بعد روی دکمه استوب بزن ببینید یه دونه آبژکت برای من ساخت اینجا یه نال آبجکت هست در واقع این کارش چی هست در, در واقع میخواد که استوب اتفاق بیاره هر ماشینی که به این محدوده میرسه وای میسال هایی میخوام ببینید الان این ماشین مشکی میاد به این محدوده و میسته و همه ماشینا پشت سرش هم میستن. این خیلی خوب هست یعنی این پلاگین واقعا هوشمند هست و با برداشتن این پلاگین حالا آبجکت هم میتونید تا اگر بخواید انیمیشنی ببینیم من یه دونه کی فریم میزنم میرم جلوتر در واقع ماشینا بیان چند ثانیه وایسن و در نهایت این استوب تموم میشه و یک بار دیگه پلی کنیم این چون کش کرده دیگه قاطی کرده یه بار دیگه از اول پلی کنیم ماشین ها میان توی محدوده میستن و بعد و چند سال دوباره به مسیرشون ادامه میدن مخصوص ایجاد ترافیک و حالا چراغ قرمز هست میشه انیمیشن ها خیلی جالبی بایی ساخت این کلیت این پلاگین هست که حالا گفتنم گفتنش خالی از لطف نبود تا آموزش بعدی خدا یار و نگهدارتون